بله، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکات. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. بسم الله استاد عزیز، صدای مبارک شما را میشنویم. استاد عزیز، ما در نسبت همه شما یک برنامه، شما را برنامه خوبه بود گوش کردم، در مورد صیغه بود، صیغه. خب در اونجا بسیار مورد زیچ تام گفته شد، بعد یک موردی که من اوقدر خوب شاید نفهمیده باشم، گفتن که حتی که شیعه میتونه که در راه یک زنی رفته باشه، اگر که مایلی صیغه کردن که داشته باشه، شاهد لازم نیست، یعنی که حتی پرسیدنه که وی شوهر دارد، چون این گفته شد. من همیرا یعنی خطا نفهمیدم. نه، کاملا درست فهمیدید. ما سندم داریم که میگن که حتی بازن شوهردار. خوب اگر خطا که نباشد، خوب این دیگه نهایت حیوان صفتی است به فکر من. شما از حیوان چی کمی دارد دیگری؟ هیچ انسان غیوری این حاضر نمیشه که با محارم خودش این کار صورت بگیره، چه برسه به این که خوب ما دیدم اینجا شخص پرستی اینا را از مسیحی ها که کمی ندارن. خوب که اینا شخص پرستی میکنن، یک تو پرستی را گذاشته و شخص پرستی را گذاشته. بعدا این موردی زیست که ما شنیدیم، راستی بار تا همین روز خواستم که خیلی تماس بگیرم با شما نشد. بچه ها قدم جا کم در همین موردی فکر کردیم، همه در یک مقصد که خوبی نهایت حیوان صفتی است دیگر. اللهم استعان. تشکر شما برادر عزیز. خب استاد عزیز، در حق ما داغو باشین. الله متعالف کنه شما رو. زنده باشید. تشکر شما. خدا نگهدارتون. اینا در این روایت هست. مستدرک الوسائل جلد 458 کتاب نکاح، باب تصدیق المرأه فی نفع الزوج والعده و نحوها و عدم الوجوب التفتیش والسؤال ولا منها. روایت 17282 شیخ مفید، که این اسمش بعد بگذاشت شیخ مضر، فی رسالة المتعه میگه ان ابان ابن تغلب ان عبدالله ان ابی عبدالله امام جعفر دروغ بستن به اهل بیت. فی المرأة الحسناء طرف الطريق، یک زن زیبایی رو در راه میبینی، ولا یعرف ان تكون ذات بعل او عاهره. دیگه تو یعنی نمیفهمی که این فاحشه هست یا شوهر داره. فقال لیس هذا عليك، چی کار داری به اینکه این فاحشه است یا شوهر داره؟ انما علیک ان تصدقها، فقط پول بده بهش. این از دین تشیع، دین تشیعی که آخوندها شیخ مفید و شیخ مجلسی و شیخ کلینی و شیخ خمینی و اینها برای مردم تبلیغ میکنن. میگه این مستدرک الوسائل، دوستان خوب زوم بکنن که اینا ببینن، کتاب نکاح صفحه 458 باب تصدیق المرأه فی نفع الزوج والعده و نحوها، روایت 17282 از شیخ مفید. میگه تو اصلا نپرس که این فاحشه است، شوهر داره نداره، فقط پول بهش بده، خودتو ارضا بکن، برو دنبال کارت. اینجا بعد به خاطر تشویق مردم، دوستان منهج الصادقین فی الزام المخالفین از آقای فتولای کاشانی در صفحه 72، ولد مطع افضل است از ولد زوجه دائمه و منکر آن مرتد و کافر است. سوره نساء جزء 5 آیه 24 اینجا آمده تفسیر کرد. این صیغه زادا باید افتخار بکنن. و اگر در مورد کثافتکاری هایی که اینها تو کتاباشون دارن من بخوام یعنی صحبت بکنم، من 10 ساعت و 12 ساعت و یک روز و دو روز و 10 روز کم هست. فقط یک مطلبی رو من اینجا دوست دارم که بازم نشون بدم، که این کسایی که هنوزم به دنبال آقای خمینی افتخار میکنن که خمینی، دوستان عزیز این روایت رو نشون بدم. این تحریر وسیله حضرت امام خمینی، کشف الله سره، جلد دوم، اینم شناسنامش در ایران.
شما رو به خدا اگر یک انسان عاقل، یک انسان با شخصیت، اصلا انسان حتی حیوان، شما رو به خدا در باغ وحش ها، در جنگل ها دیدید که یک الاغی، یک خرسی، یک گاوی، گوسال، یک چیز نوزادی رو به دنیا بیاره، بعد یک حیوان نر بره به اون نزدیکی جنسی بکنه، در بین حیوانات دیدید؟ اما در دین خمینی هست. نگاه کنید صفحه 430 مسئله 12، اینم ترجمه فارسی خودشون: نزدیکی با زوجه قبل از تمام شدن 9 سال جایز نیست، نکاحش دائمی باشد یا منقطع، و اما سایر لذت ها مانند لمس نمودن با شهوت و بغل گرفتن و تفخیز هو حتی در شیرخواره اشکالی ندارد. طفل شیرخواره، تصور بکنید، هر کدومتون در خونه طفل شیرخواره دارید، تصور بکنید که دید خمینی به طفل شیرخواره شما چی؟ من هیچی نمیگم. بعد میگن شما توهین میکنید به امام خمینی، به امام خامنه‌ای. خب این اعتقاد رو کسی داشته باشه، این انسانه. در قاموس بشریت بگردید، در جنگل‌های آمازون به قول قزوینی، در جنگل‌های آفریقا برید، کسایی که هنوز از تمدن بی‌خبرن، باور کنید این کارو نمی‌کنن که خمینی در کتابش گفته. باورتون نمیشه، برید کتاب این دوستان یک بار دیگه جلدش تحریر الوسیله حضرت امام خمینی جلد دوم مسئله 12، اگر تحریفش نکرده باشن، دستکاریش نکرده، سعی کنید نسخه قدیمیشو پیدا کنید، صفحه 430 مسئله 12 در کتاب نکاح، برید ببینید خودتون.